آموزش سس. در این بخش میخواییم با هم کامنت گذاری در سس رو یاد بگیریم که موضوع بسیار بسیار ساده ای هست. خب در قسمت قبلی شما با مبحث بولیانه آشنا شدیم و ایمپورت کردن. بهتره در ابتدا بدونید که گذاشتن کامنت در بین برنامه نویسان یک مسئله مهم هستش و شما هم باید این عادت خوب رو داشته باشید تا در بین کدهای خودتون و در جایی که لازم هست کامنت رو قرار بدید، تا در زمانی که میخواید کدهاتون رو اصلاح کنید، مثلا کد نویسی رو انجام دادیم، بعد از یه مدتی میخواین کدهای خودتون رو اصلاح کنید، با استفاده از کامنت ها تشخیص بدید که کدوم بخش برای چه کاری هستش، و یا اگر قرار باشه کسی دیگه ای کدهای شما رو اصلاح کنه و بازبینی کنه، بتونه از اون کدها سر در بیاره. نحوه نوشتن توضیحات و یا همون کامنت ها در سس هم دقیقا شبیه به نوشتن کامنت در CSS هست اگر باهاش آشنایی داشته باشین. یعنی شما اگر در CSS کامنتی رو قرار داده باشین، با این مبحث هم آشنایی دارین و میدونین که در سس هم به همین روش میتونین کامنت رو قرار بدین. یعنی برای توضیحات تک خطی و کوتاه میتونین از علامت دابل اسلش استفاده کنین و همچنین برای نوشتن توضیحات طولانی هم میتونین از علامت اسلش ستاره استفاده کنین و متن کامنت خودتون رو در بین اسلش و ستاره قرار بدین. خب به چه شکل؟ مثلا من در اینجا کوتاهی رو برای ریست نوشتم. همونطور که میبینید من در اینجا ستاره اسلش رو قرار دادم و در واقع حتما نیازی نیست که ستاره اسلش باشه. من میتونم با دابل اسلش هم کامنت خودم رو در اینجا قرار بدم، چرا که فقط یک توضیح بسیار کوتاه هستش به این صورت که در اینجا مشاهده میکنید. من در واقع در اینجا گفتم که این کوتاهی مربوط به ریست هستش. شما میتونید این کار رو برای در واقع توضیحات کوتاه انجام بدید. وقتی که هدفمون یک توضیح کوتاه باشه، کافیه که به این صورت که مشاهده میکنید در واقع کامنت خودتون رو قرار بدید. در واقع من اینجا نوشتم که این بخش مربوط به ریست هستش و این بخش هم مربوط به بیس و پایه اجرایی صفحه وب، یعنی صفحه وب من در واقع با این رنگ زمینه و این فونت و اندازه متغیر اجرا بشه. در صورت اینکه بخوام ریست کنم، این ریست این کد ها رو قرار هست اجرا کنه. یعنی اگر هر تغییراتی در صفحه وبسایت خودم دادم که در واقع باعث خرابی وبسایت شد و بخوام که کد های ریست رو اجرا کنه، وقتی که شما ریست رو اجرا کنین، این دستور ریست دستور بیس رو اجرا میکنه و در واقع رنگ فونت، رنگ زمینه و بقیه مباحث رو به این صورت در میاره. الزاما این نیست که شما رنگ فونت رو یا فقط بک‌گراند رو تعریف کرده باشین. شما میتونید بی‌نهایت دستور رو در اینجا تعریف کنید که برای بخش‌های مختلف بتونه در صورت ریست شدن اجرایی باشه. خب من به این ترتیب کامنت رو قرار دادم. حالا اگر قرار باشه که یک کامنت طولانی رو بخوام قرار بدم و در واقع یک توضیحات طولانی رو دارم، میتونم به این صورت کامنت رو بذارم، یک اسلش قرار میدم که البته کامنت رو بهتر همیشه از عقب شروع کنم، یک اسلش رو قرار میدم، ستاره رو قرار میدم و کامنت خودم رو به این صورت مینویسم، مجددا ستاره قرار میدم و اسلش رو میذارم. به این صورت میتونید شما کامنت های طولانی رو در بین ستاره اسلش قرار بدین. فقط به روش نگارشی دقت کنید، اول اسلش رو قرار میدیم، بعد ستاره رو، کامنت خودم رو مینویسیم، مجددا ستاره رو و اسلش رو که در واقع برعکس اسلش یا همون کامنت شروع هستش. همونطور که گفته شد، شما سعی کنین کامنت گذاشتن رو یاد بگیرین و جزی از عاداتتون باشه. البته نوشتن کامنت هم در صورتی باید باشه که نیاز هست. یعنی در این کد الان همونطور که شما مشاهده می‌کنین، نوشتن یک کامنت کوتاه بسیار بسیار مورد نیاز هست. چرا که در اینجا من ریست رو توضیح دادم و کدهای دستورات این بخش که تمام شده، در بخش بعدی هم گفتم که این بخش مال بیس هستش. یعنی کسی که این کدها رو می‌خواد بررسی کنه، متوجه میشه که دستور ریست دستور بیس رو اجرا خواهد کرد، چرا که در واقع برای صفحات وب نیاز هستش. و به همین ترتیب شما به راحتی میتونید از این شکل کامنت نویسی در سس هم استفاده کنید و تفاوتی نداره که کدی که می‌نویسید CSS هست یا سس. در اینجا نکته مهمم وجود داره که میخوام به شما بگم. نکته مهم اینه که در زمانی که سس رو کامپایل کنید، تا خروجی CSS رو داشته باشید، در فایل های CSS کامنت های چند خطی یا همون کامنت های طولانی که در بین اسلش و ستاره قرار گرفته هم وجود خواهد داشت. ولی توضیحات کوتاه که با دابل اسلش شروع شده، یعنی توضیحات کوتاهی که در اینجا مشاهده میکنین، در فایل خروجی که به CSS تبدیل شده وجود نخواهد داشت. به این ترتیب شما میتونید در واقع در فایل خروجیتون کامنت های مهم و طولانی رو داشته باشین. البته برای اینکه شما بتونید از کامنت های کوتاه هم استفاده کنید، بعدها میتونید در کد CSS خودتون یا همون لحظه که دارید خروجی میگیرید، کامنت ها رو به صورت دستی یا همون کامنت های کوتاه رو به صورت دستی وارد کنید. کامنت های بلند رو همونطوری گفته شد نیازی نیست، چرا که خود سس در فایل خروجی هم کامنت های طولانی یا همون کامنت هایی که در بین ستاره اسلش قرار گرفته باشه رو هم خروجی میده و در بین کد های CSS قرار میده.
فقط کامنت های در واقع دابل اسلش همون کامنت های کوتاه هستن که در فایل خروجی وجود نخواهند داشت. خب به این ترتیب در این بخش هم با نحوه کامنت گذاری در سس آشنا شدید و یاد گرفتید که چطور در بین کد های خودتون در سس کامنت بذارید و مشاهده کردید که دقیقا شبیه به CSS است. در بخش بعدی آموزشی میخواهیم مباحث توابع میکس اینها و وراثت در سس رو با هم بررسی کنیم و شما هم با این مباحث به خوبی آشنا بشید.